ادامه ویژه برنامه تلانیوز با مناسبت حمله ایران بر اسرائیل را بیننده هستید. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، آلمان و چندین کشور دیگر حمله های ایران بر اسرائیل را نکاهش کرده و آن را تهدید برای صلح، ثبات و امنیت کشورهای منطقه و جهان خوانده اند. این در حالی است که بر بنیاد گزارش سخنگوی دفتر نخست وزیری اسرائیل، اخیراً سپاه پاسداران ایران بیش از 300 موشک و هواپیمای بی سرنشین را به سمت شهرهای اسرائیل شلیک کردند. آغاز حمله های گسترده ایران بر اسرائیل. سخنگوی ارتش اسرائیل از شلیک بیش از 200 موشک و هواپیمای بی سرنشین از سوی ایران بر شهرهای اسرائیل خبر می دهد. او می افزاید که تا اکنون ده ها موشک و هواپیمای بی سرنشین شلیک شده از سوی ایران در داخل و خارج از مرزهای اسرائیل منهدم شدند. ایران امشب حمله هماهنگ شده و گسترده ای را بر اسرائیل انجام داد. رژیم ایران بیش از 200 هواپیمای بسرنشین، موشک های کروز و موشک های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد. بر بنیاد آمارهای رسمی در این حمله ها تا اکنون 31 شهروند اسرائیلی زخمی و به شفاخانه ها منتقل شدند. این حمله پس از آن صورت می گیرد که دو هفته قبل قنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه آماج حمله های هوایی قرار گرفت و 7 نظامی به شمول 2 فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران کشته شدند. وقتی به قنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد. در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. این حمله های ایران بر اسرائیل با استقبال گسترده شهروندان این کشور روبرو شده است. من تو هیچ کشوری در هیچ جایی ندیدم با حمله به کشوری دیگه و جنگ مردم خوشحال بشن، ولی امشب مردم خواب را به خودشون حروم کردن تا بیان اینجا و بفهمونن که این جنگ برای ما چقدر مهمه و خوشحالیم از این حمله به کشور اسرائیل. من فکر نمی کنم جوابی بدن. اگه جوابی بدن قطعا ایران پاسخ میده بازم بهشون. پس از این حمله ها کابینه جنگ اسرائیل بر ریاست بنیامین نتانیاهو تشکیل جلسه داده است. سیستم های دفاعی ما مستقر شدند. ما برای هر سناریوی چه دفاعی و چه تهاجمی آماده هستیم. دولت و ارتش اسرائیل قوی است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، آلمان و چندین کشور دیگر حمله های ایران بر اسرائیل را نکوهش کرده و آن را تهدید برای صلح، ثبات و امنیت کشورهای منطقه و جهان خواندند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز با برگزاری جلسه اضطراری تیم امنیت ملی کاخ سفید بر پشتیبانی از اسرائیل تاکید ورزیده است. در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من، آقایان مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل، و رحمت الله حسن، آگاه نظامی، که اردو از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه. آقای حسن، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، حمله های شب گذشته ایران بر اسرائیل را چگونه یافتید و چقدر میتونه پاسخ مثبت و پاسخ قانع کننده به حملات اسرائیل بر قنسولگری ایران بوده باشه؟ برای عزیزم ببینید، یک سال پیشم وقتی که سلیمانی کشته شد، ایرانی ها در پایگاه الاسد یک عملیات را انجام دادند و این عملیات با توافق قبلی با دولت آمریکا صورت گرفته بود. رئیس جمهوری وقتی آمریکا ترامپ گفت با ما با توافق رسیده بود، ما منطقه را تخلیه کرده بودیم یا فیر خود کردن، یک آبرو عزتشان در بین مردم خود نشان دادن که ما تانستیم برای آمریکایی ها عمله کنیم. این عین قضیه است. عین کار با اسرائیلی ها کردن، با یک توافق رسیدن. ببینید، اگر ایرانی ها میخواستن که اسرائیلی ها را مجازات کنن، از راکت های سریع خود استفاده میکردن، نه طیاره های بی پیلوتی که 3 ساعت از ایران تا اونجا را فاصله گرفت. با تمام امکانات که یاد داشتن، مسائلشان بسیار جدی گرفتن شد و واقعا قابل لمس است، یا یک تئاتر بین اسرائیل و ایرانی ها بازی شده است.
سپاسگزارتان. آقای افضلی، شما صحبت آقای حسن را شنیدید. چند هفته قبل کنسولگری ایران در دمشق مورد حمله قرار گرفت. اعضای سپاه پاسداران، فرمانده های ارشد در اونجا کشته شدند. ایران پاسخ بالمثل همزمان با توجه به اینکه تواناییش داشت انجام نداد، از پیش تعیین شده اعلام کرد و ظاهرا اسرائیل هم آمادگی های هام و تام خود را داشت. حالا صحبت آقای حسن چقدر میتونه ریشه در واقعیت داشته باشه و این عمل کرده ایران میتونه واقعا خاک به چشم مردم خودش زده باشه؟ با سلام خدمت شما بنده محترم افکار شریک در بخش آقای حسن. سپاس. چند تا بحث وجود داره. بحث اولی است که تقریبا ایران در منطقه به لحاظ امنیتی و به لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگ سیاسی تا حدود یک کشور آسیب پذیر است. به لحاظ فرهنگ سیاسی ایران یک کشور است همواره در حال نزاع با همسایگان، با کشورهای مختلف، و این نزاع که در فرهنگ سیاسی ایران وجود داره و ریشه در هویت در واقع فکری ایرانی هاست، این ایران را آسیب رسانده در بازی های کلان سیاسی و در واقع کشورهای مختلف در منطقه در مقابل ایران استادگی میکنه و از اردن گرفته تا عربستان سعودی و هر کشور ممکن در منطقه در مقابل ایران استادگی میکنه و قرار میگیره و این متاسفانه یک مشکل است که ایران در طول 40 سال رو داره و هماره با همسایگان خود یک رابطه توأم با محبت و آشتی یا حداقل رابطه که در اون نگرانی امنیتی وجود نداشته باشه با همسایه های خود نداشته. این یک بحث دوم است که در ارتباط به حمله که اسرائیل ها کرد و ایران برش پاسخ داد. حمله اسرائیل فکر میکنم که حمله اول و آخر نیست. حملات متعدد را اسرائیل ها بر مواضع ایران انجام داده، از لبنان گرفته تا سوریه و عراق و بخش های مختلف سراسر جهان، در واقع آسیب زده به منافع ایران و او زنجیره را که ایران تحت عنوان در واقع جبهه مقاومت در خاورمیانه به وجود آوردن، این جبهه را تا حدود را امو نخبگان و نقاط سیکلش را از بین میبره و این آسیب میزنه برای منافع بلند مدت و منافع در واقع کلان امنیتی ایرانی ها. به او خاطر حمله را که ایرانی ها کرد در این وضعیت یک وضعیت ناگزیری بود. از یک طرف ایران هم میدانه که نباید درگیر مسئله فلسطین و اسرائیل شوه، به خاطر از اینکه ایرانی ها فکر میکنه که اسرائیل در یک تنگنا قرار داده و در یک چاله قرار داده و درگیر شدن ایران در این چاله میتونه به نفع اسرائیل تمام شوه و اسرائیل نجات به تزورته ای که در او قرار گرفته، و از طرف دیگر هم نمیتونه نادیده بگیره حملات متعددی که بر منافع اینا میشه و چهره های مختلف سیاسی امنیتی ایران را در کشورهای مختلف در واقع مورد حمله قرار میده. از آقای فخریزاده که مغز متفکر برنامه اتمی ایران بود در داخل ایران گرفته تا رضی موسوی و شخصیت های مربوط به سپاه پاسداران را در لبنان، در فلسطین، در ببخشید در لبنان و همینطور در سوریه و در عراق بخش های مختلف، اینا ایران به در یک ناگزیری قرار داد و حمله که امروز صورت گرفت فکر میکنم که حمله ایران یک حمله تا حدود در واقع یک آبروداری بود. سپس. یک حمله بود که هم اسرائیلی ها میدانست که ممکن است ایران حمله بکنه و هم فکر میکنم که پیام هایی که آقای بایدن داد و بعدا صحبت هایی را که مقامات اسرائیلی کرد، فکر میکنم که تنش در این بخش افزایش پیدا نمیکنه. سپاسگزارتان. آقای حسن، آنچه که شما یاد کردین آقای حفظلی هم تا جای به همی باور است که ایران در ناگزیری قرار داشت و قرار داده شد و مجبور بود که از آبرو و عزت خودش حفاظت و حراست بکنه و این حمله را به مو دلیل انجام داد. حالا به هر حالش پای ایران هم در نبرد اسرائیل به شکل علنی کشانیده شد. پس از این فکر میکنین اسرائیل چه خواهد کرد؟ اقدام بعدی از سوی اسرائیل چی خواهد بود؟ ببینید، یک توافق
نوشته نشده بین آمریکا و اسرائیل و بین ایران اسرائیل و آمریکا وجود داره. علت و اساس از این توافق ای است که در جهان اسلام دو نیرو وجود داره، یک سنی دیگر شیعه. ایرانی ها را در 40 سال آخر آمریکایی ها چنان تقویه کردند، در تاریخ ایران اقدر قدرتمندی و توانمندی را در منطقه ایرانی ها نداشتند. علت و انگیزه از این چرا تقویه کردن آمریکایی ها و اسرائیل ها ایران را؟ به خاطر تقویه کردن یک توازن بسیار قوی را بین شیعه و سنی ایجاد کنند. اگر این توازن ایجاد نشوه، سنی ها دست برتر دارند منطقه از نگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی و تعداد نفوس منطقوی. بنان آمریکایی ها بالفعل عراق اشغال کرد، دو دسته تسلیم خامنه ای کرد، ایران کرد، سوریه را دو دسته تقسیم ایران کرد، لیبیا را یمن کرد. خب آقای حسن، اگر امین باور واقعیت داشته باشه، بله، نفع امریکا چی است؟ بله، اگر امین باوره که شما یاد میکنین مسئله سنی و شیعه مطرح باشه و دستهای پنهان برای تقویت شیعه ها و دقیقا ایران از سوی امریکا در کار باشه، نفع امریکا در امین قضیه چه میتونه باشه؟ ببینین، آینده اسرائیل تضمین میکنه. به خاطر تضمین آینده اسرائیل این توازن بین از یا وجود داشته باشه، برتری شیعه در منطقه نسبت به سنی ها زیاد باشه که آینده سنی ها نتانند ادعایی را که در رأس فلسطین و این منطقه دارن، اسرائیل دارن، ای را بدست آورده بتانند. بنابراین تقویت ایرانی ها به این خاطر است. ببینید، حماس یک گروه بسیار کوچک، یک گروه تروریستی بسیار کوچک بود. عملیاتی را که در برابر اسرائیل انجام داد، چنان اسرائیل ضربه زد، او هیبت و قدرت نمایی اسرائیل در صفر ضرب زد، آبرو عزت اردو و استخبارات اسرائیل به صفر ضرب زد. ولی در برابرش ببینید چقدر حمازی ها و مردم فلسطین کشته شد. ایرانی ها در تمام همین دوره یک کمک، یک امداد برای از اون ندادن جز تبلیغات، جز آتش جنگ در منطقه در دادن. بنان دست های پنهان بین اسرائیلی ها و ایرانی ها همیشه در منطقه بالا بوده و این منافع از یا منافع مشترک است. بنان یا ترسی را که از جریان سنی و کشورهای سنی دارن، به او خاطر کمک و مددگاری را به ایرانی ها و جریان‌های شیعه بسیار تقویه میکنند تا او دست بالایی در آینده نداشته باشند. سپاسگزارتان. آقای افضلی، شما باز هم صحبت های آقای حسن را شنیدین. در ابتدا آقای حسن حماس را گروه تروریستی میخوانند، در سوی دیگر مسئله ایران و ایران و اسرائیل را بحث مسائل شیعه و سنی میدانند، و در سوی دیگر از تبلیغاتی که تا اینجای کار شاید از سوی ایران صورت گرفته باشه و دلایلش به این پرداختن، چقدر هم نظر هستین؟ ببینین، ما فکر میکنم که در این قسمت یک تئوری توطئه است و بیشتر به اساس یک قضاوت ها و اساس پیش داوری های شخصی صورت میگیره. به خاطر از اینکه در منطقه ای که ما زندگی میکنیم سه تا ذرع قدرت وجود داره. یکی ترکا هست به رهبری ترکیه و رجب طیب اردوغان، و یکی هم عربستان سعودی هست، دمو بلاک در واقع عربی اسلامی، و همینطور یک بلاک هم در ایران هست که به رهبری آقای خامنه ای. سه تا بلاک و سه تا جریان قدرت در منطقه متشنج خاورمیانه وجود دارد، و این سه تا ذیل قدرت هماره تلاش کرده تا همدیگر را خونسا بکنند. و بر اساس استراتژی که در زمان شکلگیری جمهوری اسلامی ایران در زمان آقای خمینی وقت نظام ولایت فقیه شکل گرفت، اساس این نظام بر دشمنی با ایالات متحده آمریکا و محو اسرائیل از جغرافیای به نام بیت المقدس استوار بود، و این دیدگاه خودش در واقع یک ذهنیت را، یک دشمنی را به وجود آورد میان بازیگران در واقع سیاسی، و ایالات متحده آمریکا را خود به خود در مقابل ایرانی ها قرار داد و نظام ایران
و همینطور در واقع به صورت کلی شیعه ها. شما حتی نتیجه ازیر در افغانستان هم داشتین. در 20 سال حکومت هیچ وقت آمریکایی ها به شیعیان افغانستان اعتماد نکرد. و درست است که آقای کریم خلیلی معاون رئیس جمهور بود، آقای دانش معاون رئیس جمهور بود، آقای محقق همینطور نقش داشت در حکومت، ولی به هیچ عنوان مورد اعتماد آمریکایی ها قرار نگرفت. دلیلش هم این بود که اینا با ایرانی ها نزدیک است، تحصیل یافته ایران است و مورد اعتماد ایران است. به مو خاطر حتی مردم شیعه در افغانستان آسیب خورد به خاطر امو تنها شیعه بودنش، در حالی که هیچ منافعی بین شیعیان افغانستان و ایران وجود نداره و هیچ همبستگی و اتفاق نظر وجود نداره و اکثر شیعان افغانستان هیچ دلخوشی از نظام ولایت فقیه ایران را با خود نداره. ولی فکر میکنم که آنچه که فعلا در خاورمیانه جریان داره یک جنگیست بر مبنای منافع اقتصادی، بر اساس منافع امنیتی و بر اساس منافع نفتی، و این جنگ بر ریشه داره در رقابت‌های کلان بین ایالات متحده آمریکا و چینایی‌ها، و ایران و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگری که در این بین به عنوان نقش آفرینان قدرت‌های بزرگ داره بازی می‌کنه و بیشترین ضرر و زیان را مردم مسلمان و مظلوم خاورمیانه متقبل میشن، فکر میکنم غیر از این دیگه چیزی وجود نداره که ما بگوییم که بله یک اتهام به این باشه که حداقل شیعه ها در واقع نوکرای آمریکا هست و اینا هستن که در مقابل در واقع هلال یا در مجمع سنی ها موضع میگره. و این بحث را اگر ما در مطبوعات افغانستان دامن بزنیم، فکر میکنم که این کشور ما را آسیب میزنه. به او خاطر فکر میکنم که او بازی ها یک بازی بیشتر در واقع بزرگ هست که در اونجا چینایی ها و امریکایی ها بر اساس منافع بلند مدت در منطقه رقابت میکنن و ای بازیگران دیگه هست که امروز آمده سر برآورده و شما ترکا را میبینین، قطر رشد کرده و امارات متحده عربی جدیدن وارد صحنه شده. اینا مجمع شواهد و قرائن است که نشان میده که وضعیت به گونه دیگه پیش میره. سپاس گزارتان. آقای حسن، به هر حالش حالا ایران هم وارد این نبرد شده، فکر میکنین نقش امریکا در این مقطع زمانی در امین نبرده که حالا شعله هایش افروخته شده چی باشه؟ یک طرف میایه به طور علنی و در خفا از اسرائیل پشتیبانی میکنه، در سوی دیگر میگه که ما بر ضد ایران وارد این نبرد نمیشیم و در سوی دیگر هم عمله ایران را محکوم میکنه. اگر آمریکایی ها و اسرائیل ها اگر بخواهند ضربات بر ایران بزنند، در یک هفته ایران زمینگیر می سازند. علت و انگیزه زمینگیر شدن ایران چی است؟ تماما تاسیس های نفتی ایران در طی یک هفته می توانند بمبارد کنند، از بین ببرند. ایران هیچ نوع توانمندی اقتصادی در آینده نمی داشته باشند. ببینید در این نقطه هیچ عملی را انجام ندادن. تنها مثال براتون میتونم، وقتی که عربستان سعودی کت آمریکایی ها مناسباتشان کمی تیره شد بعد از ترامپ، سعودی ها را اجازه دادن شرکت های بسیار بزرگ نفتی عربستان سعودی را ضربه بزنن و عربستان سعودی مجبور شد با ایران به توافق برسن. از امون شرایطی که سر عربستان سعودی آورد، 2% اگر سر ایران بره، ایران دیگر رقم میشه، دیگرگون میشود. بنان هیچ امتیاز ایران نمیگرن، برای ایران امتیاز میتن. این یک دسیسه است، یک توطیه است، همه گی به چشم خود میبینه. ببینه ایرانی ها هزاران جوان افغان در جنگ سوریه، در جنگ عراق استخدام کردند. در حدود 30,000 تا 40,000 جوان افغان در این جنگ ها اشتراک کردند، تربیت دیدند. اون نیروی ذخیره را فعلا در ایران در اختیار خود داره، یک تعداد وسیعش هم در داخل افغانستان داخل کرده. شما اگر امروز توطئه هایی که در برابر امارات اسلامی سر در سطح منطقه و سطح جهان میبینید، در رأسش پاکستان و آمریکایی ها قرار داره، ولی در خفا ایرانی ها
کمین گرفته، یک وضعیت افغانستان یک کمی تغییراتی را ببینید. شما ببینید اون نیروهای فاطمیون در افغانستان چه فتوحات را با وجود میارن، چه تارمارای را با وجود میارن. قضیه افغانستان فکر نمیکنین خیلی دور باشه از مسئله کالا اتفاق افتاده و نبرده که به طور عادی از گذشته به قول شما شاید چیده شده باشه و شب گذشته هم نبرد انجام شد و حملات صورت گرفت. ببینید در این نبرده که با این عظمت با این تبلیغات یک هفته دو هفته کشورهای غربی تبلیغات کردن ایران یک ساعت بعد چل ساعت بعد بیست ساعت بعد حمله میکنه و این نبرد بالاخره مثل یک آتش فشان برای آتش بازی برای ختم میشه و هر دو طرف ایرانی ها اتوریته داخلی خود به دست میارن و در جهان اسلام هم اتوریته به دست میارن که اولین بار سر اسرائیل حمله کرد. دوم از این که نتانیاهو اگر یک هفته دیگه هم ایرانی ها حمله نمی کردن گروپ هایی را که در داخل دولت نتانیاهو با نتانیاهو اتفاق داشتن، دو نفر اعضای دولت نتانیاهو اگر از دولت خارج میشن نتانیاهو سقوط میکرد. یک دستاورد بزرگ بر نتانیاهو شد که ببینید امروز مسئله غزه را هیچ کسی یاد نمی کنه. دمی چند روز یک هفته دو هفته تمام روز مسئله ایران و اسرائیل یاد میکنن و اون کشتاری که در برابر مردم های فلسطینی و اجرا میشه از فراموش شد، از مطبوعات دور شد. این بازی ها بازی های مثل سترنج وری چیده شدگی استن، هر کدامش وظایف خود را در وقت و زمان مشخص انجام میتن. بنابراین این بازی های ایران و اسرائیل یک بازی های دو دوست دو شریک اقتصادی و نظامی سیاسی است. ممنونتان. آقای افضلی، حالا که بحث نبرد میان ایران و اسرائیل پیش کشیده شده، مسئله که آقای حسن به او پرداختن و ظاهراً موضوع و مورد و قضیه غزه به باد فراموشی سپرده شده، ای آیا به نفع مردم فلسطین و حماس و غزه است یا به ضرر؟ ما فکر میکنم که مردم مظلوم، مردم بیدفاعی که در غزه هست و در کرانه باختری است و اینا در واقع قربانی هاییست که در نتیجه سیاست ها و پالیسی های متاسفانه رقابت آمیز و به شدت خشین و ویرانگر و نابود کننده که در منطقه جریان داره این مردم میسوزه. حملاتی که ایرانی ها انجام میده هیچ دردی است درد مردم غزه را کم نمیکنه، بلکه شاید به او بافزایه. و از طرف دیگر فکر میکنم که حملاتی که جدید انجام شد به موضع دولت نتانیاهو فرصت میده و این دولت را مشروعیت میده در داخل برش و یک اجماع داخلی به وجود می. ما در روزهای آینده شاهد حملات خود از آدرس اسرائیلی ها علیه ایران خود بودیم. به هر نحوی که باشه بیشترین آسیب را مردم مظلوم میبینه، مردمی که در بخش‌های مختلف از جهان در واقع آسیب پذیر است. بله آقای افضلی، اگر بحث را جمع بکنیم، اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، میدانیم که یمن، لبنان و حالا هم ایران وارد نبرد مستقیم با اسرائیل شده و اسرائیل در داخل فلسطین هم با حماس درگیر است، فکر میکنین که اسرائیل توانایی مقابله هم در درون کشورش و هم در بیرون را داشته باشه؟ من فکر میکنم که اسرائیل یک دولت پیچیده تر از چیزی است که ما فکر میکنیم. اسرائیل فکر میکنم یک دولت نیست، اسرائیل یک پایگاه نظامی است و اجماع نظر برای حفظ اسرائیل وجود داره و در هر حالتی اگر باشه تمام اروپا و امریکا موضع متحد در قبال داره و قطعا از موجودیت و از بقای اسرائیل حفاظت میکنه. آقای نتانیاهو ممکن است در داخل یک بازیگر باشه، ولی مسائل کلانی از این کشور به دست آقای نتانیاهو نیست و آنچه را که تصمیم گرفته میشه در ارتباط به اسرائیل او در داخل پنتاگون هست و در لندن تصمیم گرفته میشه و فکر میکنم که متاسفانه موجودیت چیزی به نام اسرائیل در منطقه چیزی پیچیده تر از حدسی است که ما در ارتباط داریم.
آقای حسن، در آخرین پرسش، اگر همه این حمله ها و نبرد ها از پیش طرح‌ریزی شده برای تقویت یک جناح خاص بوده باشه، تبعاتش حداقل برای کسایی که قربانی این نبرد شدن و مهره استفاده میشن مثل حماس، مثل غزه و کشورهای همجوار این منطقه چه خواهد بود؟ ببینید، اما نقص اساسی را فلسطینی ها میپردازند. کشتار بهرحمانه فلسطینی ها دوام میکنند و وضعیت از واقع بدتر میشه. 1.5 میلیون انسانی که در اونجا در حال زندانی گرفتار شده دوام میکنند. ببینید یک مثال دیگه براتون میتونم. اینمی یمنی ها کشتی ها را که ضربه میزنند و کشتی ها از راه آفریقا میروند. ما کرایه کشتی ها بسیار بالا رفته. باید نفت بالا برود. نفت پایان آمده. باید سهام شرکت ها، بورس ها باید بشکنه، بالا رفته. ارزش سهام آمریکایی ها، غربی ها بسیار بالا رفته. نفت هم پایان آمده. ببینید در این تو یک شرایط او بازی را میبینید برعکس جلوه میکنه. تمام تدابیر از یا دسیسه و توطئه بر جهان است. سپاسگزارتان. مهمانان گرامی، آقایان رحمت الله حسن، آگاه نظامی و مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه و این که فرصت گذاشتین.